نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه المبين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شبها متعلق است به آقا سرور متقیان، امام اول ما آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، هدیه روح پرفتوح آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلواتی خط فرمایید. اللهم صل علی ساعات آخر روزهای ماه مبارک رمضان یه مقدار هم برای مستمع سخت است و هم برای سخنگو دو طرف، چون هم مستمع روزه و هم عرض کنم ممکن است سخنگو هم روزه باشه، ولی خب دیگه بالاخره باید از ماه رمضان انشاءالله استفاده کامل رو ببریم. یکی از مهمترین مسائلی که شما به خصوص برادران مسلمان در این منطقه مورد نیاز و احتیاجشون هست و ضروری زندگی برای همه ما می باشد، چه مرد و چه زن و چه جوان و چه پیر، به خصوص در این دیار خصوصا، مسئله جرایش به معنویات و به سوی خداست. رسیدن به اروپا و زندگی در این فضای اروپایی آرزوی بسیاری از اشخاص است که اگر اینجا رسیدن لااقل آینده زندگی بچه هاشون رو از جهت مادی تأمین کردن، اما غافل از یک مطلب دیگر است، دیگر هستند که اون بسیار مهم است و اون بُعد معنوی انسان است. اون ابعاد مادی انسان که نیازی به خوردن و آشامیدن و غذا و محیط زندگی و امن و امان دارد، چه بسا در این اجواء و در این فضا این ابعاد تأمین خواهد شد. انسان به یک زندگی مادی مرغوب میرسد. اگر کسی بخواهد مقایسه کند زندگی در اروپا را با زندگی در بعضی از کشورهای اسلامی، به خوبی این مطلب رو میتواند بفهمد که اونجا زندگی مادی انسان هزارون هزار اشکال دارد، غیر از مسئله امنیت. جاده ها تأمین نیست، وضع بهداشت درست نیست. عرض کنم خدمتتون که آموزش فرزندان انسان تأمین نیست. من چندین سال قبل سفری داشتم به کشور یمن قبل از این احداث. عرض کنم خدمتتون که در اونجا برخورد کردم با بخشی از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که اونجا رفته بودن برای مساعدت و برای مردم یمن.
کمکی بکنم. این برادرهای ایرانی دکتر ما در هلال احمر به من میگفتن که در این منطقه ممکن است گاهی زخمهایی بر بدن بعضی از افراد ایجاد بشه و این زخمها رشد کنه و زخم رشد میکنه، بزرگ میشه و وقتی بزرگ شد از وسط این زخم یه مجسی در میاد و پرواز میکنه میره. این مرضها در جامعه های ما نیست، تو اروپا این نوع مرضها پیدا نمیشه، شاید یه تو ایران هم پیدا نشه الحمدلله، ولی تو اروپا مسلم نیست. اما سؤال این است که آیا اون بیمارستان هایی که برای این نوع امراض درست شده بود و الان اون نوع مرض ها پیدا نمیشه، آیا تبدیل شده است به پارک، تبدیل شده است مراکز خیریه یا هنوز بیمارستان است؟ جواب این است که نه، بیمارستان است و تعمیر شده است و توسعه هم داده شده. نه تنها این دردها که رفته است بیمارستان درش بسته نشده، بلکه این بیمارستان وسعت هم پیدا کرده، منتها دیگه نه برای دردهای پوستی و دردهای اونچنانی، بلکه برای مرضهای روحی. اینقدر چه در این کشورها مردم این کشورها گرفتار مرضهای روحی میشوند، دیوانه میشوند، از نظر روانی گرفتار میشوند، تو کشورهای عادی اینطوری نیست. آقا صبح تا شون دنبال زراعت و عرض کنم کشت و کار و شومم خسته و رفته میره تو خونش میگیره میخوابه، اما حرف از اینه که گرفتار مرض روانی بشه نیست. اون قدر که در این کشورهای پیشرفت ما مسئله رشد مرضهای روانی داریم، انتحار داریم، خودکشی داریم، به خصوص در بین جوانها در کشورهای اسلامی و عرض کنم در کشورهای جهان سوم، این مسئله یافت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون بعد معنویت انسان مغفور مانده است، فراموش شد. اینجا فقط میرسن به بعد مادی بشر، به آب انسان، به نان انسان، به بهداشت انسان، به امن و امان جامعه، به بهداشت وضع شخصی و اجتماعی جامعه، اینا همش نمرش 20 هست. اما به بعد معنوی نمیتونن برسن. چرا؟ برای اینکه اروپا معتقده به بعد معنوی نیست، معتقده به خدا نیست، خدای کناره. خدا میخوای روز یک شنبه برو کلیسا زانو بزن، از کلیسا که اومدی بیرون دیگه خدایی رو نخواهی یافت. تو خیابونها، تو دانشگاهها، تو زندگی جامعه عرض کنم بشری خدا حاکم نیست، معنویت حاکم نیست. اینه که شما آقا به خوبی میتونید احساس کنید که زندگی اینجا آدم رو اشباع نمی کنه. با این آب و هوایی که دارید، که وسط تابستون امروز ما قرار داریم و تعطیلی امروز مال وسط تابستونه و این هوا وسط تابستون شماست، دو سه روزی که ابرها شروع میشه و این هوا عنقشو میکشه تو هم و ابرها و بارونها و نمیدونم سرما و یخها و همه میرن تو لاک خودشون، تو منازل خودشون. بچی اون لذت زندگی، لذت مادی زندگی همش یه حد معینی داره. خوردن، خوابیدن، لذت جنسی، عرق، مشروب، قماربازی، همش تا یه حد معینی انسان لذت میبره. به یه حدی که رسید طبیعی میشه. وقتی طبیعی شد و کار انسانها به کجا میکشه؟ به انتحار، به خودکشی. اینه که آمار خودکشی تو این کشورها خیلی زیاده. خب باید چه بکنیم؟ با
باید به خدا روی کنیم، باید معنویت شما در بین خودمون زیاد کنیم، باید ببینیم ارتباط با خدا یه ضرورت زندگی ماست عزیزان، نه اینکه در حاشیه باشه، نه اینکه شما فقط در طول ماه رمضان یه شب قدری ما اومدیم در خانه خدا و تمام شد رب به کارش تا سال آینده. هر روز، هر ساعت، همش باید دریچه های قلب ما به سوی خدا باز باشه. این ارتباط ما با عالم معنویت و خدا و نامتناهی ارتباط باز باشه تا اون بعد معنوی وجود انسان اشباع بشه و انسان بتواند زندگی خودش رو پیش ببره. اینه که آقا یکی از مسائلی که ما باید بدونیم اینه که با خدا چطوری حرف بزنیم، نوع حرف زدن ما با خدا چگونه باشه، آیا قانونی هست یا نه، هرچه میخواد بگه. یه روز ما در این رابطه صحبت کردیم به طور مصطفی که آقای ملای رومی میگه عرض کنم دید موسی یک شبانی را به راه کو همین گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شدم من چاکرم چار و قد دوزم کنم شانه چرت و پرت ها. این حرف هایی که اون آخرش هم میگه هرچه میخواهی دل تنجت بگو، همینطوره. یا این که دعای اسلوب داره، یه حساب داره، یه قانونی داره. آقا اینطوری نیست که هرچی درنشو باز کرد عرض کنم هرچی خواست بجه اینا بهش بجیم دعا، از اون طرف بجیم قرآن گفته ادعونی استجب لکن، تو دعا کن منم بله استجابت میکنم. خیلی ها میان میپرسن که آقا با چرا هرچی دعا میکنیم از سیبیلامون بالا نمیره، برای چی؟ مگه خدا نگفته که دعا کن من استجابت میکنم؟ برای اینکه ما بلد نیستیم دعا کنیم. ما باید از ائمه یاد بگیریم، ما باید از فرهنگ اسلام دعا کردن رو یاد بگیریم. اصلا اسلوب حرف زدن بالاتر از دعا، حرف زدن رو باید از قرآن یاد گرفت، از فرهنگ اسلامی یاد گرفت. حالا اینجا براتون یه پرانتز بزنم و خدا هم وات همه رو رحمت کنه، یاد یکی عزیزی رو بکنیم. یا آقایی بود از دوستان ما خدا رحمتش کنه، مستفتی دفتر بیت امام بود رحمت الله علیه، به نام آقای قدیری از دار دنیا رفت. از افرادی بود که اطراف شهر اصفهان زندگی میکرد در یه دهی به نام کفران. عرض کنم پدرش هم از مدرسین حوزه اصفهان بود و من ایشون رو دیده بودم درس کفایه میداد. عرض کنم خدمتتون که این آقا به اصطلاح بزرگ ده بود، بزرگ دهشون بود از نظر علمی و مورد احترام همه اهالی ده خودشون بود لااقل. گاهی وقتا میرفت تو دهشون، گاهی وقتا یه سری میزد تو دهشون. یه روز چه رفت تو دهشون عرض کنم یه دیداری با اهالی ده داشته باشه، یه دو نفر تو ده ها تو ده ایشون دعواشون شده بود، دعواشون شده بود مثلا مشت حسن و مشتقی و هم دعواشون شده بود و زده بودن به تید به هم و حسابی هم زده بودن و اومدن مشت حسنی که خوب کتش خورده بود مثلا بوده بود پلو آقای ده، بزرگ ده، مرحوم قدیری پدر، و شکایت کرده بود از مشتقی مثلا که آقا این مشتقی ما رو زده، اذیت کرده، ظلم کرده، فلان بسار. ایشون هم گفته بود که مشتقی رو بیاریدش ببینیم چی میگه. رفتند و این آقای مشتقی رو آوردند و آقای عرض کنم قدیری از ایشون سوال کرد که آقا چرا این اذیتش کردی برادر مسلمانتون؟ ایشون میخواست در مقام علم و فقاهت این عالم ده خیلی منطقی حرف بزنه. وقت چطوری حرف زد؟ با منطق. گفت که آقا شما سنج، اگر کسی پاشو بزنه رو دوم دور چیکار میکنید؟ نمیگن منطق دیگه، آقا را چیکار کرد؟ سنجش کرد.
که آقا شما سگ اگه کسی پاشه بذاره رو دوم دوم چیکار میکنی؟ درست شد؟ خب آقا این آقا تو اولیات کارش چی بیده؟ برای نیست حرف بزن، حرف زدن رو اسلام به ما یاد میده. خدا رحمت کنه. بازم براتون بگم تو مشروطه ایران عرض کنم خدمتون که در اصفهان ما یه شخصیت بزرگی بوده است که از مشروط خواهان ایران بوده به نام حاج آقا نورالله نجفی که از علمای بزرگ شیعه بوده. این آقا عرض کنم تو این موسم بوده و یا عالم بزرگ شهر که از نظر قدرت معنوی و قدرت علمی و اینا خیلی مهم بوده و یه زمین های زراعتی هم داشته، شاید در مصر همچنین وقتایی بوده تو تابستون میخواسته بره دیدار زمینهاش، یه جا زمین داشته خربیزه کاشته بوده، خواسته بره این خربیزه رو ببینه و بلند میشه از اصفهان میره اطراف اصفهان. وقتی میرسه اونجا این آقای رعیت بزرگ این آبیاری داشته مثلا جای دیگری، فرصتی نداشته که بیاد پشت سر آقا، آقا رو ببره سر زمیناش. به بچهش گفت که آقا دنبال آقا برو، آقا رو ببر سر زمینها، خربیزا رو به ایشون نشون بده. کلی هم سفارش کرد که نکنه بیادبی کنی یا نکنه یه حرفی بزنی که آقا بعدش بیاد این آقا. خوب سفارشاتو کرد، آقا با پسر آمگرد را افتاد رفت سر زمین. تا که رسید سر زمین نگاه کردید ماشالله این خربیزه ها بزرگ در اومده و بزرگ شده و زرد شده و خوب شده و اینا، گفت الحمدلله امسال خربیزه ها خیلی رشد کرده بزرگ شده. این پسره میخواست بازم با ادب حرف بزنه، گفت آقا نه اینه که شما آب میخوری نم میخوری بزرگ میشی، ما هم به اینا کود داده بزرگ شده، آب و نون آقا را چکار کرد؟ گذاشت برای کود خربیزه ها. درست شد؟ آقا خیلی بدش کن، گفت عجب بچه بیادبیه، اصلا بلد نیست حرف بزنه، آب و نون آدمیزاد میذاره پرو کود خربیزه ها. خلاصه وقتی برگشت بابایه گفت آقا نکنه بیادبی کرده باشه، گفت این بچه بیادب چیه تربیت کرده اینطور آب و نونی ما رو گذاشت پرو کود؟ آقا چوب برداشت و دنبال بچهش را افتاد و میخواد حالا بچهش بزنه. فلان فرو شده، صد بار بهت نگفتم هر خر و گاوی با یه چوب نرود. حالا میخواد بچهش را چکا کنه؟ ادب کنه. آقا را با این خر و گاو چکا کرد؟ یکیش کرد. درست شد؟ خب آقا اسلام ما چی میگه؟ عجیب است اسلام. ما تو همه چی محتاج به قرآنی. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. به به، از خدا بترسید مؤمنین، وقتی میخواین حرف بزنید حرف زدنتون سدید باشه، محکم باشه، پا بر جا باشه، رو حساب باشه، چرت و پرت حرف نزن، بی حساب حرف نزن. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگر کلامت روی حساب باشه، اگر کلامی که از دهانت میاد بیرون با حساب باشه، خدا گناهانتو میبخشه. خدا برای این زبون سه تا دریچه درست کرده که زندانبانش باشه. بله، فضای دهان، دندونها و لبها، که قبل از اون که این دهان باز بشه و حرکت کنه تو ببینی چی میخوای بگی. در این کلام رضایت خدا هست یا نیست؟ درست شد؟ خب وقتی حرف زدنی ما باید بر مبنا و اصول باشه، دعا هم باید بر مبنا و اصول باشد. آیون عزیزان من، دعا
با دعامون آقا چند جوره. گاهی وقتا خدا به ما میگه آقا دعا، بعضی وقتا مستجاب، بعضی وقتا کجا مستجابه؟ گاهی از جهت زمان استجابت دعا رو قرار داده. زمان ارزش میده، وقت ارزش میده به دعا، دعا مستجاب. مثلا اونجایی که دعا مستجاب است در زمان، مثلا شب قدر، ماه رمضان، شب جمعه، شب عید فطر، وقت‌های مخصوصی است که دعا در اون وقت‌ها مستجابه. عرض کنم خدمتتون که آدم باید اون وقت‌ها رو قدر بدانه، در اون وقت‌ها باید دعا کنه، چون وقت ارزش داره به دعا، باید دعا کرد. گاهی وقتا بعضی از مکان‌هاست که دعا رو به استجابت نزدیک می‌کنه. مثلا خدا قسمتتون کرد رفتید مکه، انشالله پشت مقام ابراهیم دستا رو بردید بالا، دعا کردید، ردخور ندید. اون وقتی که وارد مسجد الحرام شدید، برای کسانی که دفعه اولشونه، چشمتون به خانه خدا افتاد، سه تا دعا مستجاب دارید. چند تا؟ این دوتا. تو مسجد الحرام یه جایی هست به نام هجر اسماعیل، جایی که حضرت اسماعیل مدفونه، اونجا دست کسی بالا کنه و دعا کنه، دعاش مستجاب. اصلا خود مسجد الحرام، عرفات، انشالله حرم ائمه مطلقا، زیر قبه آقا امام حسین دعا ندخور نه. پس آقا بعضی زمانهاست که به دعا ارزش میده و به استجابت میرسونه. بعضی مکانها دعا رو به استجابت نزدیک میکنه و بعضی از اشخاص اینها دعاشون رد نمیشه. من عرض ادب و پوزش دارم از سروران عزیزی که من وقتشون رو میگیرم و درس پس میدم و انشاءالله که ما رو میبخشم که وقتهاشون رو بنده تضییع میکنم. عرض ادب و اخلاص دارم خدمتشون. بعضی از افرادم هستن که اینا دعاشون ردخور نداره. مثلا مادر پیرت، پدر پیرت، برو بر مادر و پدر دستشون رو ببوس، بین جبینشون رو ببوس، اگر دستش را بلند کرد و دعایی برای فرزند کرد، دعای پدر و دعای مادر برای فرزندان بله مستجابه. توجه کردید؟ خب پس دعا آداب داره. دعا باید ببینیم که آقا وقتی ما دعا کردیم، آداب دعا رو انشالله در وقت مناسب خواهم گفت، چون فرصت من کمه امروز. عرض کنم خدمتتون که یکی از مهمترین مسائلی که ما باید در شب قدر در نظر داشته باشیم این است که آقا در شبهای قدر به قدر کرم خدا از خدا بخواهیم، کم نخواهیم، کلان بخواهیم. اگه کم خواستیم بیادبی به ساحت خداست. از خدا به قدر کرمش و به قدر عظمتش بخواهیم. دعای سرپایی نکن. اولا عادت کن به دعا کرد. چه بسا دعا میکنی دعات مستجاب نیست عزیزم، اما اشکال نداره، میمونه برات، اینا ضبط میشه، روز قیامت وارد صحرای قیامت میشه. دو نفر رو میارن تو صحنه قیامت، هر دو از نظر اعمال یکسان، یکی میبینه درجه بالا، یکی نه درجه پایین، عملشون هم یکسان. تو روایت ها اون یکی که میبینه پایین میگه خدایا ما از نظر عمل با این آقا یکسان بودیم، چرا اینو بردی بالا؟ خدا بهش میگه این آقا خاص دعا کرد. این چه آدم عادت کنه دعا کنه، این چه آدم همش دستاش بلند باشه، این چه بخواد تا نجریت دفر چهی موشد دبند.
بله من قرأ بابا ولجه و بله وجد کسی که دری را زد گفت پیغمبر که چون کوبی دری ناجهان آید بله زان در سری حتما در باز میشه منتها بعضی دعاها مستجاب نمیشه برای آدم میمونه دعا خودش مهمه وقتی دعا کردی دعای مهم بکن کم نخوا از خدا این شبای قدر از خدا چی بخوام خدا میگه من دعاتو مستجاب میکنم توفیقت هم داده اومدی اینجا اگه توفیقت نداده بود نمیمدی اینجا الان چقدر ایرانی تو این شهر ما هست چقدر شیعه هست همهشون اومدن اینجا یا اومدن اینجا اصلا تو ما رو بزن خیلی هاشون اصلا نمیتونن بیا توفیق ندارن این چه اومدی یعنی خدا دستمون رو گرفته و اومدی خدا دعوتت کرده حالا چه اومدی اینجا از خدا بزرگ بخواه برای خودت بخواه برای زندگی آیندت بخواه دنیا رو بخواه آخرت رو بخواه فرزندانت رو بخواه نسلت رو بخواه اصلا گاهی وقتا یه دعایی مجمل بکن بگو آقا یا صاحب الزمان شب قدر شب شماست شبیست که فرشتگان آسمان نازل میشوند بر شما و قضا و قدر مردم را بر شما نازل میکنند من چه میدانم خدایا یا صاحب الزمان ای امام من اون دعایی که تو در این شب از خدا برای خودت میخواهی اون دعا رو در حق ما مستجاب افرم خب یا نه؟ یه دعایی که نمیدونی اون دعایی که بالاترین از آقا میخواه دعا بزرگ بکنی این جمله رو من بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم وقتم کمه پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه توی یه سفری که به طائف داشت رفت طائف حالا از مکه مردم مکه دیگه بیزار شده بود خسته شده بود اینا تن نمی دادن گفت برم طائف وقتا هم که ماشین نمیده که آقا سوار میشه پیاده پیغمبر راه افتاد رفت طائف هوای گرم وقتی رسید طائف مشرکین مکه زودتر خبردار شدن خبر رو رسوندن به مشرکین طائف گفتن پیغمبر میاد سراغ شما شما پذیرایی خوب بکنید از عرض کنم هموطن ما همشهری ما اونا هم خودشون رو آماده کردن وقتی پیغمبر وارد شهر طائف شد خسته رفته گرسنه بچه های شهر رو فرستادن و این بچه ها شروع کردن به پیغمبر خدا سنگ زدن اونقدر سنگ زدن به پیغمبر خدا که از پای پیغمبر خون میریخت شاید چنان که گفته شده است عرض کنم خدمت مبارکتون که پیغمبر خسته است گرسنه است هیچ کس مأوا به پیغمبر نداد این چنین برخوردی با پیغمبر یه بنده خدای در خونش رو باز کرد یا و گفت به پیغمبر که وارد منزل بشه به پیغمبر یک قضا داد و پیغمبر اون قضا رو خورد و برگشت برای مکه قضیه گذشت سالیانی گذشت و پیغمبر از مکه مهاجرت کرد به مدینه 10 سال در مدینه بود و در آخرین سال حکومتش برگشت به مکه و مکه رو فتح کرد و شد سلطان جزیره العرب این آقایی که نون و قضا یه دفعه داده بود تو شهر طائف پیغمبر شنید که پیغمبر همه جزیره العرب رو گرفته گفت حالا وقتی خوبیه حالا میرم تلفی نون و قضا رو چکار میکنم؟ در میکنم از طائف اومد مکه و اومد خدمت پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله منو میشستی؟ پیغمبر فرمود نه گفت یادت نمیاد طائف اومدی؟ بچه های طائف چطوری پذیرایی کردن؟ چی در خونش رو باز کرد؟ پیغمبر فرمود تو بودی؟ گفت بله گفت احسن برشون
من آدمی نیستم که نمک بخورم و نمکتون یادم بره. من احسان میکنم در مقابل احسان. امروز هر چه میخواهی از من بخوا بهت میدم. این آقا هم آب از اینجاش را افت. به به، چه فرصت خوبی. حالا چی میخوا؟ گفت صد شطور من میخوام یا رسول. پیغمبرم فرمود صد تا شطور بهت شد. آه شطور مثل مرسدس بنز حالا امروز بودا، همچه ارزون نبود که. آه صد تا شطور به هم عرض کنم به هم بستند و این آقا افسارش صد تا شطور گرفت و آب از اینجاش را افتاده خوش. آه به به، یه نون آب گوش ما دادی. آه صد تا شطور گرفت خوش. آه پیغمبر خدا فرمود این آقا از پیر زن بنی اسرائیل پایین تر بود. هرچه داریم از مکتب اهل بیت است، درس زندگی ها. بله ما از کجا این داره میدونیم؟ گفتم یا رسول الله پیر زن بنی اسرائیل چی بود؟ آقا رسول الله فرمود تو بنی اسرائیل ماه در نیمد، یه مدتی ماه در نیمد. وجود ماه در برای زندگی بشر یا آثاری داره، جزر و مد دریا مثلا از وجود ماه، مثلا اول ماه آخر ماه، بعضی تاریخ نمیدونم از ماه تشخیص میدن. آقا بنی اسرائیل جمع شدن دور موسی، گفتن جناب موسی تو میری کوه طور، به این خدا بگو چرا ماه در نمیاری، ماه غایب شده از موسی. هم گفت باش. رفت بالا کوه طور و گفت بنی اسرائیل میگن چه ماه چرا در نمیان. خدا به منی خدا به موسی گفت موسی به بنی اسرائیل بگو که بایستی بنی اسرائیل برون قبر یوسف را بشکافن و استخوان‌های بدن یوسف را در بیارن و ببرن در فلسطین و اونجا دفن کنن تو کشور وطن خودش. وقت ماه در میاد. یوسف کجا دفن بود؟ تو مصر. گفت همین. گفت بسیار خوب، دست درد نکنه خدا. از کوه طور اومد پایین و بنی اسرائیل جمع شدن گفتن چی شد جواب؟ گفت خدا گفته که باید استخونا بدن یوسف رو از تو قبرش در بیارید ببرید فلسطین دفن کنید. گفتن خب قبر یوسف کجاست؟ 300 سال یوسف مرده؟ چی میدونه قبر یوسف کجاست؟ گفت راستش نپرسیدم. گفتن خب بازم مشکل حل نشد، حالا چه خاکی به سرمون کنیم؟ گفتن خوبه بریم تو بنی اسرائیل ببینیم کسی از زیر قلم حضرت اسرائیل در نرفته، عمر زیادی و اینا از اون بپرسیم. گفتن چرا؟ یه پیرزنی هست، این پیرزنه از قلم حضرت اسرائیل در رفته، 200 سالش شد، بریم بلکه اون یادش باشه. آقا این جمعیت را افتادن رفتن خونه پیرزنه. پیرزنه دیگه نه چشماش میدی نه گوشاش میشین. پیرزن فرتون یه وقتی این همه جمعیت اومدن سراغش امومزاده شده، برای چی؟ حتما یه خبریه. بی جهت اینا نیمدن دیدنشو. هر کدوم از اینا یه عرض کنم خدمتون که چی بهش میدن شیرینی گرفتند و آوردن که اومدیم دیدنه قربتن الله، اومدن دیدنش. عرض کنم خدمتون که گفت خب چه خبر؟ گفتن که پیرزن تو یادته که یوسف از دار دنیا رفت؟ گفت من یادمه. گفت یاده؟ گفتن یادته که کجا دفن شد؟ گفت ای یادمه. گفتن کجا؟ گفت برای چه چی سوال میکنی؟ زنهایی بود، شاید یه رجی اصفهانی هم داشته این پیر زنه ها. عرض کنم خدمتون چه؟ گفت که برای چه چی سوال میکنی؟ گفتن چه راستش مشکلی ما پیدا کردیم و این ماه در نمیاد و حضرت موسی باید کن. موسی هم بین شماست، من چه چشام نمیبینه. گفتن نه نیمده. گفت پس اول بریم بگو خود صاحب قضیه بیاد، بریم موسی رو بیاریم تا من با موسی حرف بزنم، با شما جواب نمیدم. اینا میگن زرنجی.
آقا جمعیت اومد بیرون و رفت سراغ موسی. موسی یه توچپا بیا خونه این پیرزنه مشکل ما رو حل کنم. موسی رو بلند کردن آوردن خونه پیرزنه. پیرزنه وقتی موسی رو دید خاطرش جمع شد. موسی به پیرزنه گفت که یادت یوسف کجا دفن شد؟ گفت بله. گفت کجا؟ آدرس رو بگو. گفت جناب موسی تو دنیا هیچی مفتکی پیدا بگو نمیشه، همه چی در مقابل عرج داره، من مفتکی بگم؟ موسی گفت چی میخوای تا جواب منو بدی؟ گفت سه تا چیز بی ارزش. گفت چی میخوای؟ گفت من پیر شدم، خیلی از پیری مینالم، دلم میخواد جوان بشم دختری 14 ساله. اول دومم دختر 14 ساله باشم، چشم نداشته باشم، کسی سراغم بله نمیاد، چشمم هم میخوام چندا این بود. و سوم این مال دنیا، اما آخرت میخوام کنار تو باشم در بهش. احبه هم دنیا رو گفت و هم آخرت. تو روایت داره فثقل ذلک علی موسی. موسی دید عجب این پیر زنه یه دندون تو دهنش پیدا نمیشه، اما انگار دندونی طمعش رو هنون نکنده، خیلی هم بزرگه. خب آدم طمع داشته باشه برای خدا خیلی خوبه. گفت پس من یه فکر میکنم و میام دو مرتبه یه سری بهت میزنم، بلندشین بریم. آقا بلند شد، جناب موسی اومد تو کوچه، رسید تا چه رسید تو کوچه، اوحالله الی موسی، خدا به موسی وحی کرد، گفت موسی اگه بخوای جوابی پیر زنه رو بدی از چیسه خودت میده یا از چیسه من؟ گفت خدا من هرچی دارم چیسه توست، چیسه من ندوختم کنار چیسه تو. گفت پس چرا بخ کردی؟ برگرد. جناب موسی دو مرتبه برگشت و جواب پیرزنه رو ستایش رو داد. آقا وقتی به خدا میگه ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من استجابت میکنم، مگه از من و شما میترسه؟ نمیترسه، میگه تو بخوان منو منم استجابتت میکنم، به خدا استجابت میکنم، منتها چیز بزرگ از خدا بخوام، مناسب کرم خدا. امروز امشب یک دقایق بریم نجف سر قبر مولای متقیان آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. خدا انشاءالله نصیب و روزی همه ما بکنه، اون ایوان پر معنویت نجف را، قبر زیارت قبر آقا امیر المؤمنین را در این ساعات کنار بستر آقا امیر المؤمنین بنشینی. چی دور بستر آقا امیر المؤمنین نشسته است؟ آقا امیر المؤمنین در بستر بیماری است، رنگ رخسار اجزاد شده است، آثار سم و زهر بر وجود مبارکش نمایان شده است، یه شاید نفسهای آخرش رو می کشد. دور بستر آقا امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، فرزندان امیر المؤمنین زینب کبرا، همه حلقه زدن نگاه میکنن به صورت زرد آقا امیر المؤمنین. شاید این آخرین نگاه ها باشد بر وجود آقا امیر المؤمنین و صورت و سیمای زیبایش. یه نگاه آقا امیر المؤمنین به فرزندانش انداخ، یه نگاه به حسنش انداخ، یه نگاه به آقا حسین انداخ. فرزندان دور بستر آقا امیر المؤمنین رو گرفتن، این یک صحنه بود که امشب کنار بستر امیر المؤمنین بود. ما شاید زینب کبرا صحنه دیگر را در کربلا دید، صحنه که در کنار گودال قتلگاه، کنار بدن پاره پاره برادرش
چشمش حسین قرار گرفت. آهی از دل کشید، صدا زد آیا تو پسر پدر و مادر منی؟ آیا تو حسین منی؟ نشست زینب روی زمین، این شمشیر شکسته ها و نیز شکسته ها رو کنار زد، یه بدن پار پار و بی سر پیدا کرد، یه نگاهی کرد به این بدن پار پار، سرش را به طرف قبر رسول الله صدا زد، یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء مقطوع الرأس من القفا، يا رسول الله برخیز و نگاهی به سرزمین کربلا بینداز، ببینین همان حسینی بود که جایش روی سینه تو بود، الان بدنش برهنه و عریان، سر در بدن ندارد، روی زمین گرم کربلا. دستمون بلند کنیم در خانه خدا، شب و روز قدر دعا مستجاب می شود و قبل از غروب آفتاب و همه ما روز دار. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم، بحق فاطمه و ابیها و قعدها و بنیها و السر المستودع فیها، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا بحق محمد و آل محمد این ماه رمضان رو ماه رحمت، برکات، غفران، عافیت، نصرت، پیروزی مسلمین بر علیه کفار قرار بده. محمد و آل محمد این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده. محمد و آل تو ما را نیامرزیدی از این ماه عزیزت خارج مفرما. اگر تا این ساعت و تا این لحظه ما را از آموزش شدگان و مرحومین این ماه رحمت قرار نداده ای، خدایا همه ما را از زمره مرحومین و مغفورین این ماه قرار بده. به محمد و آل محمد مستق مسلمین و اسلام و شیعیان رو بر علیه کفار و دواعش در این ماه مقرر بفرما. به محمد و آل محمد لباس ظهور و فرج رو بر قامت آقا حجت ابن الحسن در این ماه بپوشان. موانع ظهور رو برطرف بفرما. ما فرزندان ما، نسل ما، ضراری ما، همه رازیاران و ناصران و نوکران آقا مستشهدین رکابش قرار بده. پدر ما، مادر ما، اموات ما، شهدای ما، علمای ما، ارواح علمای بزرگ ما، اون کسانی که به جردن ما حق دارن، خدایا غریق رحمتت بفرما. به محمد و آل محمد اون کسانی که خدمت می کنن، به جوامع اسلامی، جامعه اسلامی ایران و افغانستان و عراق و جوامع اسلامی، خدایا در هر لباسی هستن، خدایا اونها رو معید و منصور بفرما. مریضها شفای عاجل عنایت بفرما. بالنبي وآله الفاتحة مع الصلوات.